جریان فتنه بعد از 8 ماه ناکامی سعی داشت با سوء استفاده از راهپیمایی 22 بهمن به عرصه سیاسی بازگردد. اما شوک ناشی از خیزش مردمی نهدی این جریان را غافلگیر کرد. تلاش هایی هم در روزهای منتهی به چهارشنبه آخر سال 88 برای جبران انجام شد، اما نتیجه بسیار ناامید کننده بود و تهران یک چهارشنبه آخر سال بسیار آرام را تجربه کرد. دقیقاً از همین زمان آمریکایی‌ها به این نتیجه می‌رسند که پتانسیل‌های داخلی فتنه 88 پایان یافته است. و فتنه برای زنده ماندن نیازمند کمک‌های بیشتری از بیرون است. سیزدهم فروردین 1389 وقتی مردم ایران از تعطیلات نوروزی باز می‌گشتند، اوباما درخواست کرد که شورای امنیت فقط در عرض چند هفته قطعنامه تحریم‌های جدیدی را علیه ایران تصویب کند. همزمان هیلاری کلینتون هم پیش‌بینی کرد شورای امنیت درباره تحریم‌های جدید ایران به نتیجه خواهد رسید. هاوارد برمن، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا: ما به شدیدترین تحریم‌ها و در سریع‌ترین زمان ممکن نیاز داریم. مواضع مقامات غربی نشان می‌داد آنها برای وضع تحریم‌ها عجله دارند. به سرعت موجی از تبلیغات منفی درباره برنامه هسته‌ای ایران به فضای رسانه‌ای تزریق شد تا تحریم‌های جدید هر چه سریع‌تر علیه ایران اعمال شود. مجموعه این تلاش ها منجر به صدور قطعنامه 1929 شورای امنیت شد که ریشه همه تحریم های ایران است. این قطعنامه تقریبا همزمان با سالگرد فتنه 88 تصویب شده است. گرچه هدف قطعنامه 1929 وضع تحریم ها جهت جلوگیری از برنامه هسته ایران اعلام می شود، اما مقام ها و رسانه های غربی اهداف اصلی این قطعنامه را این گونه بیان کردند: افزایش تحریم‌ها جهت احیای جریان فتنه. ریچارد هرتسینگر، روزنامه نگار آلمانی: توان گروه‌های اپوزیسیون ایران کافی نیست. به همین علت غرب باید تحریم‌های سختی علیه ایران اعمال کند. این تحریم‌ها برای انقلاب سبز انگیزه جدیدی ایجاد می‌کند. جری کوویل، پژوهشگر فرانسوی: سبزها امیدوارند این تدابیر به اعتراضات بیشتر که بتواند آنها را بار دیگر احیا کند منجر شود. در این شرایط است که کشورهای غربی به تحریم‌های جدید اقتصادی علیه ایران فکر می‌کنند. حوادث سال 88 آمریکا را به این نتیجه رساند که قدرت چانه‌زنی ایران کاهش پیدا کرده است. ماریو لویولا، تحلیلگر امور ایران از واشنگتن: معتقدم نظام ایران در حال حاضر در وضعیت چانه‌زنی بسیار ضعیفی به سر می‌برد. مارک والاس، مدیر پروژه اتحاد علیه ایران هسته‌ای: تشدید تحریم‌ها می‌تواند ایران را منزوی کند. آمریکا فتنه‌گران را شریک راهبردی خود در ایران می‌دارد. استوارت لوی، معاون وقت وزارت خزانه‌داری آمریکا، می‌گوید بهترین حالت این است که فشار تحریم‌ها با اوضاع سیاسی آشفته ایران ترکیب شود. هدف از بیشتر شدن تحریم‌ها فشار اقتصادی بر مردم ایران. تیری کوویل، پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات استراتژیک فرانسه: به نظر می‌رسد ایران در مبارزه سیاسی داخلی با ورود به مبارزه اقتصادی وارد مرحله جدیدی شده است. طبق نظر این پژوهشگر غربی، روش کار این گونه است: غرب با تحریم‌ها فشار اقتصادی وارد می‌کند، وضع اقتصادی مردم در ایران تخریب می‌شود، سپس جنبش سبز با هدف جذب طبقه کارگری شروع به انتقاد از وضعیت اقتصادی مردم می‌کند. اواخر سال 1388 سفر محسن مخملباف به آمریکا به عنوان نماینده میرحسین موسوی. موسوی هرگز انکار نکرد که محسن مخملباف به نمایندگی از او به واشنگتن سفر کرده است. هفته‌نامه آمریکایی تایم در مقاله‌ای با عنوان سبزها دست به دامن آمریکا می‌شوند از قول وی می‌نویسد: ما به تحریم‌های اقتصادی که فشار را بر ایران زیادتر می‌کند محتاجیم. این شاید شفاف‌ترین درخواست فتنه‌گران از آمریکا برای تحریم ایران باشد.
در نتیجه می توان گفت جریان فتنه پس از نوح دی 1388 تصمیم گرفت از مردم ایران انتقام بگیرد و آمریکا سنگین ترین تحریم های ممکن را علیه این مردم اعمال کرد. هدف اصلی قطعنامه 1929 و تحریم های بعد از آن این بود که مردم بفهمند وقتی به نیروهای طرفدار غرب در ایران پشت می کند چه بهای سنگینی باید بپردازند.